دلغک. سلام بچه، خیلی خوش اومدید به مدبس کانال خودتون. ترک دلغک از دانیال تضاد مشکی، چند تا کار از قدیم داره و خیلی برام فرستادین که بهش بپردازیم و ظاهران که خیلی دوست داریم و طرفدار مشکی بسیار زیادن در کانال ما. ظاهران بریم به دلغک گوش بدیم. بریم. یه حادثه یه تلخ مثل فاجعه یه بم، مثل یه دوره یه قاعده یه سر، راست قلبی که فاحش است و مغزی که نابغه است، دردی که حاصل از این تلخی جامعه است، زجری که فاصل است و فقری که دائم است، دائمان دوچار غم، شب و روز مشغله تر و عشق و دود و خاطره است، گونه هاش شبنم گرفته از غم، یه دلغک که خسته است از این نقاب لعنتی، همش تکرار به اجبار که انکار نمیشه، این زندان کلمه میچینه پشت هم و قلمه میشه یه پود کلش عمود میشه تو سن نیستی تخمه با با دلغک نماد مثلا منظور اینه که ماسک جوکر. شادی مجموعی به آره. جوکرتوره چقدر جوکرتوره آفره. چقدر جوکرتوره. و آقا خدایی کاری نرم، دانیال قلمش قوی بوده همشه، یعنی الان دوست دارم. بعد اون موقع راسا این کار نزده براش، اینجور که میبینم اگه اشتباه نکنم یه مقدار تم فرق داره، ولی یه سنتوری داره موسیقی که خیلی حال میکنم، یکم فولک آره ایرانی داره توش، خیلی باحاله و یه بیت سوچه خفن داشت که خیلی سریع اونجا فلوی سریع و سرعتی استفاده کرد. کلمه میچینه پشت هم و قلمه میشه یه پود کلش عمود میشه تو سرت، تو مثل من نیستی تخمه سگ، گل به سر تو گل به زنگ رو به بد که خول بشم، کاری میکنم و کلمات هم که جفت خواهیات کس بشن بی خیالش، هنوزم مسیر تلخنده هم، هنوزم همه جا کم حرفم، مغزم رد، قلبم در لبریز از ترفندم، هم دردم بود توی این جهنم، از لنگرگا تا سنگرها، از برچمها می سازن رنگیش و با هر فتوا، سلاح جنگی و پرپر مرزا، دورترین نزدیکم بهت کنار شونه هات، نه کلاق خوش صدام و نه صدای زوزه ها و حکمت، سرپوش برای بدبیاری هم و غیرت، خوشگید تو تیوی شب بیداریات کل باحاله. ببین خیلی باحال نوشته، ولی من احساس میکنم که بیت مچ نیست، با مت با محتوا نمیخوره، یعنی فاز بیت چیز دیگه میطلبه، ولی حرفی که داره مشکی میزنه یه چیز دیگه، یه جور دیگه بیت دیگه میطلبه. من میخوام بگم که کلا میکس و مستر کارم، البته این چون قدیمیه خب آره خیلی روش نقدی نیست، داستانی نیست، خب صد درصد قدیم کیفیت پایین تر بوده و بچه که اول شروع میکنن خب تا بیانو به استاندارد برسن، ولی نوع نوشتن خود مشکی رو اگه اونجا هم نگاه کنی نوید این روزها رو شاید میداده، یعنی نوع قلمش رو قشنگ میشناسم، غریبه نیست برا من. بوش برای بد بیاری و مغیرت، خوشگید تو تیوی شب بیداریات، کل کسافت تا به حساب من، همون نگاه پر از خوشت به لباس من، کل خورای تو دستت به چشای من، به حساب من، عشق مادرای داغ داره انقلاب سبز، اختلاس واسه تو و اعتراض واسه من، استتار واسه تو و اعتقاد واسه من، اشغال واسه تو و زدال واسه من، انفجار واسه من، انحطاط واسه من. انقلاب سبز این رفت سمت خود ما، اصلا خیلی دوست داشتم پارتی شد، اصلا آقا خوشی ها واسه تو، من اصلا داره اونا رو آغازدارم میزنه، من دوست داشتم پارتی، مثل یه دلغک از خودش شروع کرد اومد بعد به اونجا به اون نقطه رسید، یکم گسستگی میبینی تو نوشتارش اون موقع، ولی قدرت رو میبینی تو پارتای مختلف، داره که خودشه، یعنی مثلا میگم مشکی پیدا میشه توش قشنگ.
واسه دوزت دال واسه من، انفجار واسه من، انحطاط واسه من، حال منم یه روز خوب میشه واقعا به حساب من، باشه به حساب من، جن باسی آقا زادا به حساب من. این منم که میشکنم و میذرم، این منم که هر روز هر روز قبل پیرترم، میشنزم رسیدم با استخونه این بدن، تو در و داف و تیغ زدن، یا تیغ زدن یا میکنن، یا دیب قشنگ گیریم فشن چیریم، فقط تیریب نشند بیشرف، بازی کن تو بیطرف، من زندانیه میهنم. آره من زندانیه این میهنم. به چقدر پشمام ریخ، چقدر من برد همون موقع ها. اصلا اون موقع ها این آقازاده ها مد شد اونجا، خیلی از اون انقلاب سبز و چقدر این برای من ملموسه، این اختلافه، این حالا اختلاف طبقاتی از نظر مالی و اقتصادی، منظورم فقط نیستش، از نظر جایگاه اجتماعی، از نظر آزادی، از هر نظر ما اختلاف طبقاتی زیاد داریم تو مملکت. آقا صرف نظر هر چیزی میخوام بگم که مشکی، دانیال، تزاد، هر چیزی که شما میخوام بگه، این آرتیست این ترک رو اون موقع اگه نوشته و داده بیرون که دقیقا تاریخش نمیدونم، ولی خب آدم دغدغه‌مندی بوده، این خیلی چیز مهمیه. اصلا ببین یه داستانی که تو این بیفه هست، یعنی حالا بیفه که دیگه خاموش شده یه جوره الان، ولی اینی که مثلا سر اینی که آقا تو دهه 80 رو مثلا چرا مثلا گول زدی یا هرچی، من یه چیز دیگه میخوام بگم، آقا آدم بعد دغدغه داشته باشه، هیچ ارتباطی نداره تو دهه 80 70 60، حتی دهه 50، میدونی آدم دغدغه من تو جامعه مهمه و اونه که مهم، کمک کنه. شما فهمونه اگه مثلا دهه 80 الان این تو این دو ساله و این داستانا بود، بقیه پوششون نبودن، مثلا دهه 70 یا خایه بودن نبودن، 60 خایه بودن نبودن، چرا بابا همه با هم بودن، همه با هم بودن، حتی یه سری دهه 50 بودن. اینی که من نمیتونم اینا رو از هم جدا کنم و اینجا یه کردیت قلبی مشتیوار میدم به دانیال که آدم دغدغه‌مندی بوده دیگه، حرف اون موقعش هم خیلی جدا از حرف امروزش نبوده. آره حالا یه روزی با ماسک بوده یه روزی نبوده، ولی موضوع اینه که این چیزا ازش وجود داره، میدونی. حالا شما میخوای بیای بگی این الان مثلا دروغ گفته نگفته، اون یه بحث دیگه است تو بیف بوده یا هر چیزی، ولی میخوام بگم که این ارزش داره، برای من ارزش داره. تیریف نشند بیشرف، بازی کن تو بیطرف، من زندانی میهنم. آره آر مثل پاسبون در رنده، مثل سیاهی محتوای پرونده، مثل قم لعنتی که سرفسته، میشه شرمنده برعکس چرخنده کل جهاز، میشه شرمنده برعکس چرخنده، الهام چرخنده رو میگه. بله اون چرخنده ای بود که از این بر چرخید به اون فر و اون سینه زدن، اون چی میزد سر سینه شیش وقتی آن نتی که سرفته، میشی شرمنده برعکس چرخنده، کل جواز دختر خانوم تستم قصد، آره هر دم فس میده مغزم شکل، میده حرفم جر نماده چه تلخنده، قسم به موی پاک درویش، به عبادت تو مسیش، به قم پشت تحریش تسلیم نبوده تو باورم، بزرگ ولی لاغرم، غرق این صدا بزرگ ولی لاغرم. خیلی دوست داشتم به این که میگه پشت اون تحریش، پشت اون ریشه، اون درویش، اون غم و زخمی که داره، اون غمی که تو اون مسیر، خیلی اینجا خراب شدم، خیلی قشنگ بود، خیلی باحال بود. پشت تحریش تسلیم نبوده تو باورم، بزرگ ولی لاغرم، غرق این صداقتم، غرق این تقدس بیت عارفانه، مثل آفتاب تیریبون خانواده، لعنت خدا به همون چونه بره وحشی که با شکنجه کرده کل روح منو تفسیر، تو خونه کرده زنجیر رو پوش تیر غمگین، من یه گوش باره از جنون و کینه زخمی. کلمه دوست دارم اینی که تو گوش میچرخه اون صدای که مونستری که درست کردن از اون درون اون دلغک، دلغک همیشه میخنده مثل جوکر دیگه، جوکر همه تون احتمالا فیلمش هم دیدین و از درون ولی داغونه. این خیلی باحال بود. من فکر میکنم که این کار انقدر با ارزش هست که بشه دوباره ریمسترش کرد و صدای خوبی از توش در آورد. حالا شاید حتی راسای دستی هم رو بیت ببره. به نظرم که من دوست داشتم و خیلی میتونه اینجوری باشه. زنجیر رو پوشه تیر غمگین، من یه گوشه باره از جنون و کینه زخمی، کلمه میکنم ایت وسکاری رو کارم اسیر دیر انزالی، امثال تو هم که برده میمونن و پیمون و پول و فیس نسکاری لاشیانه، پی جنه ها تو هر یه شر یکی بشی رو بسام تو آشیانه، تو که عوضی تو نخه باسی رو دن.
اینا گفته باشم بال بود آیا اینگه فست بود در جاش دلیوریش متوجه نشدم ولی آخرش آره شاید شدم حتی این ورژه که ما داریم گوش میدیم اینجوری ولی آخرش اون فریاده اون خالی شدنه رو خیلی دوست داشتم بسرم تو آشیانه تو که عوضی تو نخه باشیدن اینم گفته باشم کلفته آشنا و دل نگیرن شبیه خودم و یا کم بوده یا به چش ندیدم چون که دنیال صحابه یه رایم قدره بیت کار منه روانی ساخته وطنه آجی اینجا یه آشنایی یه آشنایی من چهیرم امیدوارم که آشنایی ولی فکر کنم اون غریبه بود این شاید با هم چی بگم خب من شدیداً اگه همه بچه‌هایی که ما رو دنبال می‌کنن میدونن که چقدر ما ساز زنده تو کار رو دوست داریم و کلاً سازهای سنتی اصلا یه جایگاه خاصی داره برای من به شخصه ولی واقعاً این بیت به نظرم مچ نبود با محتوای داستان با فلوی که داره مشکی شایدم انقدر این تیم راسا و مشکی با هم مچ شدن و خوب صدا میدن ساوند باحالی دارم کنارم توقعمون یه چیز دیگه است من نظرم اینجوری بودم خب البته قدیمه و من فکر میکنم که یه ریمستر بشه خیلی کار بالا از جرمی ولی قلمش دوست داشتم مخصوصا پارت دو به بعدش دیوونه هم کرد اولش احساس میگم یکم گسستگی داره شاید من متوجه شدم ولی از وسط کار به بعد کار تموم شد دارم که دوست داشته باشم حرفایی که زد و دوست داشتم هر صورت بچه منتظر نظرتون زیر این ویدیو هستیم دمتون گرم تا آخری همراه من آیتا بودیم مدبکس چه شد چالم از هر جای دنیا ما رو بینید پر از آرامش بشید دوستتون داریم زیاد.